بیش از سه روز از انفجار اخیر سنیهای های تندرو علیه مسجد شیعیان مظلوم افغانستان در شهر قندوز می گذرد اما همچنان واکنش ها به این اقدام تروریستی ادامه دارد در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد سازمان دهندگان ده حمله تروریستی به مسجد شیعیان در قندوز در شمال افغانستان باید پاسخگو باشند همکار عملی گزارش می دهد. انفجار اخیر سنی های تندرو علیه مسجد شیعیان مزدوم افغانستان در شهر قندوز که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت حجم این اقدام تروریستی به قدری سنگین بود که به رغم گذشت سه روز از این جنایت همچنان طرفهای مختلفی در سراسر سر جهان آن را محکوم کرده و خواستار برخورد شدید و قاطع با عاملان آن شدند در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اعضای شورای امنیت بر ضرورت محاکمه عاملان سازمان دهندگان، سرمایه گذاران و حامیان این اقدامات تروریستی تاکید دارند. شورای امنیت همچنین در این بیانیه از همه کشورها خواست که در راستای قوانین بین و قطع نامه های مربوط به حملات تروریستی همکاری فعال داشته باشند. کشورهای عضو این شورا بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در همه اشکال و جلوه های آن یکی از جدی ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی است و هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آنها در هر کجا هر زمان و توسط هر کسی که مرتکب شده غیر قابل توجیه است منابع بهداشتی در ولایت قندوز در جدیدترین آمار خود اعلام کردند که شمار قربانیان حمله انتحاری روز جمعه علیه مسجد سیدآباد که هنگام برگزاری نماز انجام شد به بیش از 150 شهید و حدود 200 مجروح افسایش یافته است در میان قربانیان این حمله کودکان نیز حضور دارند